با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت مخاطبین محترم فرادرس. علی حیدری هستم و در دوره آموزشی مایا در خدمت شما خواهم بود. این دوره آموزشی برای مجموعه فرادرس تهیه شده. نرم افزار مایا یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدل سازی سه‌بعدی و متحرک سازی و ایجاد جلوه‌های ویژه می‌باشد. این نرم افزار در گرافیک سه‌بعدی به ویژه در ساخت انیمیشن ها و فیلم های سه‌بعدی نظیر ارباب حلقه ها، شرک و داستان اسباب بازی کاربرد داشته. به دلیل وجود ابزارهای زیاد، هنگامی که برای اولین بار وارد محیط نرم افزار میشین، ممکنه دچار سردرگمی بشین. خب در ابتدا به معرفی کلی نرم افزار میپردازیم. در قسمت بالا مثل همه نرم افزارها نوار عنوان قرار داره که نام نرم افزار، نسخه نرم افزار و نام سند موجود رو میتونیم در این قسمت ببینیم. در قسمت پایین نوار منو یا منیو بار قرار داره که دستورات و ابزارهایی از نرم افزار مایا در این منوها قرار داره. در نوار منو که شامل ابزارها و دستورات مورد نیاز برای کارهای مختلف وجود داره، در بخش‌های مختلف دسته‌بندی شده. قابل به ذکر که 7 منوی اول همیشه ثابت هستن، یعنی فایل، ادیت، کرییت، سلکت، مودیفای، دیسپلی و ویندوز و البته منوی آخر هلپ. سایر منوها متغیرن. به چه مفهوم؟ وقتی که از بخش پایین از این منوی آبشاری که اصطلاحاً بهش منو ست گفته میشه یا مجموعه منوها گزینه ای رو انتخاب کنیم، منوها متغیرن و تغییر میکنن. در حقیقت در منو ست کاربردهای نرم افزار مایا تعبیه شده. مدلینگ یا مدل سازی، ریگینگ، انیمیشن، افیکس، رندرینگ و کاستومایز یا سفارشی سازی که در جای خودش بحث میشه. در منوها بعضی از دستورات کلید میانبر دارن مثل این دستور و جلوی بعضی از دستورات یک علامت مربع هست. این علامت مربع مفهومش اینه که شما اگر بر روی اون مربع کلیک بکنید، یک پنجره برای اعمال تنظیمات بیشتر باز خواهد شد. نکته دیگه در مورد منو این علامت بالا هست که اگر بر روی این علامت کلیک بکنید، منو به صورت یک پنجره شناور در میاد و میتونید در جایی اگر دوست داشته باشین ازش استفاده بکنید. در قسمت پایین جلوی این قسمت یک سری آیکون ها دیده میشه که در جاهای مختلف کاربرد دارن. به این آیکون ها اصطلاحاً استاتوس لاین گفته میشه که اگر حالا نخواستین استفاده بکنین میتونین شو یا هایدش بکنین. به این شکل تمام اینها الان هاید شدن. به طور مثال آیکون های مثل نیوسن، مثل اوپن و سیف و آیکون های دیگه. این آیکون های سمت راست یه مقداری پایین رو توضیح بدیم تا بتونیم آیکون های سمت راست رو هم توضیح بدیم. در این قسمت این مجموعه رو اصطلاحاً شلف یا شلف به معنای قفسه یا تاقچه. در این بخش سرورک های وجود داره یا اصطلاحاً تب یا زبانه. هر کدوم از این سربرگ ها رو که ما انتخاب بکنیم، آیکون های مربوط به دستورات مختلف که کاربرد های زیادی دارن و بسیار کاربردی هستن که هر کدومش در زمینه های کاری خودش مورد استفاده قرار میگیره. به طور مثال در بخش curves slash surfaces آیکون های مربوط به ایجاد منحنی ها و سطوح مورد استفاده قرار میگیرن. به طور مثال اگر بر روی آیکون اسفیر ما کلیک بکنیم، یک
کره اینجا ایجاد خواهد شد. حالا میشه این آیکون های سمت راست رو توضیح داد. آیکون اول از سمت راست Show Height Channel Box. اگر روی این قسمت ما کلیک بکنیم یه بخشی ظاهر میشه به اسم Channel Box و Layer Editor. Channel Box چی هست؟ در Channel Box یک سری پارامترها و گزینه ها مربوط به تغییر خصوصیات شی انتخابی قرار داره. به طور مثال Translate X میزان جابجایی شی انتخاب شده در صحنه در راستای سه محور، چون که شی شما سه بعدی هست در سه محور میشه جابجاش کرد، X Y و Z، و این کار رو به صورت دقیق میشه انجام داد. مثلا شی در راستای محور X ها به اندازه 3.5000 میخواد تغییر بکنه که این کار اتفاق میفته. مثلا در راستای محور زد ها به اندازه منهای 9.658000 جا به جا بشه و در راستای محور وای ها به اندازه 6.569000 جا به جا بشه. پس همونطور که مشاهده میکنید جا به جایی ها بسیار دقیق هست که با موس نمیشه به این دقت جابجایی رو انجام داد. خب همه رو صرف میکنیم. روتیت میزان دوران رو اینجا میتونیم وارد بکنیم. مثلا 45 درجه در راستای محور X ها بچرخ. و به همین ترتیب. اسکیل X تغییر مقیاس. خب الان یک هست میگه 5 برابر بزرگتر بشه. در راستای محور X ها، در راستای محور Y ها و در راستای محور Z ها. و سایر تغییرات. لایرها امکانی برای طبقه بندی در ترسیم های پیچیده و حالا پر کاراکتر هستن. یعنی شما اینجا بیاین به طور مثال create a new layer رو بزنید و اینجا لایر رو ایجاد بکنید و یه راست کلیک بکنید و گزینه add selected object رو کلیک بکنید، این شی در این لایه قرار میگیره. اگر گزینه ویزیبیلیتی رو خاموش بکنیم اون شی هم خاموش میشه. اگر رو این دابل کلیک بکنیم میتونیم نام لایه و سایر خصوصیاتش رو تغییر بدیم و سیف. پس همونطور که اینجا متوجه شدید چنل باکس برای تغییر خصوصیات و ویژگی های شی انتخابی استفاده میشه. بخش بعدی این آیکون هست. Show Hide Tool Setting. خب تول ها یا ابزارها رو یه توضیح بدیم. به این قسمت سمت چپ اصطلاحاً تول باکس گفته میشه در نرم افزار مایا. یکی از ابزارهای اصلی که اینجا وجود داره ابزار Select Tool هست. این ابزار رو Lasso Tool یا ابزار کمند، ابزار Paint Selection Tool اینها رو در مبحث خودش توضیح میدیم. ولی این سه تا ابزار بسیار پرکاربرد هستن. ابزار موف تول یا جابجایی. ابزار موف تول یا جابجایی رو وقتی کلیک میکنین اینجا سه تا فلش یا سه تا پیکان میبینین. با گرفتن این پیکان ها و جابجایی اونها شی در راستای اون محور جابجا میشه. این ترتیب و این محور. پس شد این ابزار موف تول. کلیدی میان برش هم W هست که اینجا میتونیم مشاهده بکنیم. ابزار بعدی ابزار روتیت تول هست یا ابزار دوران. وقتی این ابزار رو انتخاب میکنیم اینجا یک سری خطوط اضافه میشن که با گرفتن اونها و با جابجایی اونها با درک کردن اونها در راستای مورد نظر شی دوران پیدا میکنه. این قرمز، آبی و این یکی. پس این شد ابزار روتیت تول با کلید میانبر ای. ابزار بعدی ابزار اسکیل تول با کلید میانبر آن. وقتی انتخاب میکنیم با این یکی در این راستا کوچیک یا بزرگ میشه
در راستای این محور و در راستای این محور. و اگر در هر سه بود بخوایم این اتفاق بیفته با اون مکعب داخلی. و این هم ابزار جابجایی با این مکعب وسط در هر راستایی میتونیم به صورت آزاد شی رو جابجا بکنیم. خب اینجا چیه؟ الان ابزار موف تول انتخاب است. show/hide tool setting. هر ابزار یک سری تنظیمات مخصوص به خودش رو باز داره. ببینید به طور مثال این ابزار تنظیمات بسیار مفصلی داره که اینجا دسته‌بندی شده و خیلی هم زیاد هست که تنظیمات هر ابزار رو با استفاده از این گزینه tool setting میتونیم چیکار بکنیم؟ تغییر بدیم. بخش دیگه ای داریم به اسم show/hide attribute editor، ویرایشگر خصوصیات. خصوصیات بسیار کامل و دقیق و تغییر ویژگی های یک شی انتخاب شده رو از بخش attribute editor میشه تغییر داد. در واقع بخش channel box یک بخش خلاصه شده و چکیده ای از این بخش هست که حالا در مبحث خودش این قسمت هم بررسی میشه. قسمت هایی مثل تغییر رنگ color و قسمت هایی مثل این خصوصیاتی که اینجا هست و سایر خصوصیات که همونطور که مشاهده میکنید خیلی هم مفصل هست. در واقع این خصوصیات مربوط به همون شی فقط انتخاب شده هست. خب این شی رو یه مقداری بزرگترش کنید. ببینید اینجا مثلا start sweep. این رو اگه تغییر بدیم. خب ببینید همین جای نکته رو خدمت شما عرض بکنیم. اون بخش داخلی با رنگ تیره دیده میشه. در واقع نحوه نورپردازی در بخش لایتینگ مشخص میشه که اینها شیوه های مختلف نورپردازی هستن. مثلا use default lighting، شیوه نورپردازی پیشفرض، use on light، استفاده کردن از همه نورها. این رو اگر بیاین گزینه two sided lighting رو انتخاب بکنید ببینید رنگ ها الان نورها بهتر دیده میشن. این رو برگردونیم اینجا. رادیوس یا شعاع، به طور مثال گزینه سکشن یا قطعات و اسپانس به این شکل. خب این هم میشه بخش اتریبیوت ادیتور. فعلا مخفی بکنیم تا فضای کافی رو داشته باشیم. بخش دیگه ای که در نرم افزار مایا ما باش روبرو هستیم بخش اصلی یعنی این بخش هست. و ما در این قسمت یا ویو پنل با این گزینه ها روبرو هستیم. بخش ویو که خودش باز گزینه های مختلفی داره که در هر قسمت بهش پرداخته میشه. بخش شادینگ رو داریم. در این بخش شادینگ اگر به طور مثال وایرفریم با کلید میانبر 4 رو انتخاب بکنیم شی رو میتونیم به صورت قاب سیمی ببینیم، یعنی اون جزئیاتش دیده نمیشه. و مجدداً به طور مثال اسموث شید آن رو اگر انتخاب بکنیم این گزینه باعث میشه که کلید میانبرش هم البته 5 هست، اشیای موجود به صورت سایه‌دار و به رنگ پیشفرض یعنی همون رنگ توسی دیده بشن. خب ببینید چند تا شی رو اینجا قرار بدیم. به طور مثال یک کره که مقداری جابجاش کنیم و یه مقداری هم اندازه بزرگتر، یک مکعب این رو هم یه مقداری بزرگتر و جا به جا کنیم و یک استوانه جا به جا، این رو هم بیاریم بالاتر، کنترل زد، این شی رو هم کمی بزرگترش کنیم
و این شکل. بزرگتر و و جا به جا. خب و این شکل. خب حالا دقت کنید، اگر در بخش شدینگ این گزینه رو انتخاب بکنیم، یکی از این شکل ها رو انتخاب بکنیم، به طور مثال این شکل رو انتخاب بکنیم، در بخش شدینگ اگر گزینه پایینی یعنی Smooth Shade Selected Item این گزینه رو انتخاب بکنیم، شی که در صحنه انتخاب باشه به صورت سایه‌دار و مابقی اشیا به صورت قاب سیمی استفاده میشن و این گزینه همه رو با رنگ پیش‌فرض و با سایه ها و همون رنگ طوسی میتونه مشاهده کنه. گزینه دیگه‌ای که در اینجا کاربرد داره و باید گفته بشه گزینه ویو کیوب هست که الان اینجا دیده نمیشه. ما این ویو کیوب رو از کجا میتونیم فعال بکنیم؟ از منوی ویندوز تنظیمات نرم افزار در این بخش قرار داره، Settings, Preferences و گزینه Preferences. بخشی داریم به اسم ویو کیوب، Show the view cube، نمایش view cube که خب الان فعال هست، ولی با اینکه فعال هست ولی view cube دیده نمیشه. چرا؟ چون در این بخش رندر حالت viewport 2 فعال هست و view cube در مایا 2016 زمانی نمایش داده میشه که یکی از این دوتا گزینه فعال بشه. ببینید این view cube چی هست؟ شما میتونید اشیای ترسیم شده تون رو از نماهای مختلف ببینید، مثلا نمای تاپ از بالا ببینید. و الان فقط این شکل دیده میشه و سایر اشیا دیده نمیشن. از کجا میشه بقیهش رو دید؟ اگر آلت رو پایین نگه دارید و دکمه راست موس رو هم پایین نگه دارید و موس رو حالا به سمت بالا بکشید، ببینید به این شکل میزان بزرگنمایی صحنه کاهش پیدا میکنه و به سمت پایین بکشید، من آلت رو پایین نگه داشتم، و به سمت پایین بکشید میزان بزرگنمایی صحنه افزایش پیدا میکنه. پس آلت به همراه کلید راست موس. خب حالا حتی میشه جابجا هم شد. اگر آلت رو پایین نگه داریم و دکمه وسط موس یعنی همون چرخ موس رو هم پایین نگه داریم، میتونیم چیکار بشیم؟ جا به جا بشیم به این شکل. پس Alt به علاوه دکمه وسط موس و جا به جایش جا به جایی رو برای ما انجام داد. خب از نمای بالا مجددا نمای پرسپکتیو، از قسمت جلو، از راست، از پشت، از چپ، بالا و به همین ترتیب. یک گزینه دیگه هم اینجا هست، پنل لی آوت یا طرح کلی پنل ها. اگر روی این قسمت کلیک بکنین حالا در چهار پنجره مجزا چهار زاویه دید مجزا داریم که دوربین ما از اون زاویه دید صحنه رو به ما نشون میده. قسمت پرسپکتیو، تاپ از بالا، فرانت از بغل و ساید از کنار. کامتون مشاهده میکنین در هر پنجره دید مجزا باز منوهای مجزا و قسمت مجزای مربوط به خودش رو داره. برگردیم به حالت اولی. یک گزینه مفید دیگه اینجا داریم که اگر روی این کلیک بکنیم حالا یک بخش دیگه هم برای ما ایجاد میشه که تمام اشیای ترسیمی مجددن اینجا هستن و میتونیم چیکار بکنیم؟ انتخابشون بکنیم، که خب خیلی هم مفید هست و در ترسیمات پیچیده از این قسمت استفاده میکنیم. بخش دیگه ای که حالا لازم هست گفته بشه در همون ابتدا این بخش پایین هست، تایملاین که مربوط به انیمیشن سازی هست، خط زمان و گزینه های مربوط به کنترل اون و گزینه هایی که در این بخش موجود هست. شما هر شی رو که انتخاب میکنید یا هر کاری رو که انجام میدید اون قسمت پایین تغییر میکنه. اگر دقت بکنید اینجا این بخش در واقع یک راهنما هست
مثلا اون قسمت پایین داره به شما میگه که الان چه قسمتی رو انتخاب کردین. در قسمت MEL شما میتونید دستورات رو از طریق خط فرمان هم انجام بدید. به طور مثال اگر اینجا تایپ بکنیم دلیت و اینتر بزنیم، اون شی چی میشه؟ حذف میشه. نکته دیگه ای که در همین حالا ابتدا میخواد گفته بشه اون کارهایی هست که با آلت میشد انجام داد که گفتیم. سه تا کار بسیار مهم رو به همراه پای نگه داشتن آلت و موس میشه چیکار کرد؟ انجام داد. اگر آلت رو پایین نگه داریم و دکمه چپ موس رو نگه داریم و موس رو جابجا کنیم، عمل روتیت یا دوران رو میتونیم انجام بدیم. روتیت یا دوران صحنه رو میشه انجام داد. در واقع زاویه دید دوربین تغییر میکنه. ببینید به این شکل. با این روتیت فرق میکنه. این شی رو برای شما دوران میده. پس آلت به همراه دکمه چپ موس. آلت به همراه دکمه وسط موس. آلت رو پایین نگه داریم و دکمه جا به جا میتونیم بشیم در صحنه. بسیار مهم هست و در هنگام ترسیمات از این کلید های میان بر خیلی استفاده میشه. آلت رو پایین نگه داریم و دکمه راست موس میشه زوم کرد یا بزرگ نمایی انجام داد به سمت پایین و به سمت بالا. خب این یک معرفی بسیار کلی از نرم افزار مایا بود. البته این قسمت پایین هم هست که در جای خودش، مثلا هم قاب سیمی و گزینه Smooth Shade All اینجا هم وجود داره. بخش دیگه ای که حالا اینجا میخواستیم بگیم فراموش شد، بخش شلف یا قفسه یا تاخچه هست. اینجا یک گزینه داریم، یک آیکون داریم. اگر این قسمت رو کلیک بکنیم تمام این تب ها یا زبانه های موجود در شلف به صورت گزینه ای هم در اختیار ما قرار میگیره. این آیکون تنظیمات شلف تبس، اون تب ها ناپدید میشه. مجدداً یک زبانه ای هست به اسم کاستوم یا سفارشی. ابزارها و گزینه هایی که خیلی ازشون استفاده میکنیم رو میتونیم اینجا قرار بدیم. چطوری؟ مثلا در بخش کرز این گزینه رو کنترل و علاوه شیفت رو پایین نگه میداریم، روی اینکه کلیک بکنیم اینجا قرار میگیره. مثلا این یکی و یا هر گزینه دیگر، مثلا اینجا این گزینه. خب اینجا گزینه ای هست به اسم شلف ادیتور که برای سفارشی سازی شلف استفاده میشه. دستبندی ها اینجا قرار داره، رنگ بندی ها اینجا، به طور مثال شلف کاستوم و این گزینه ها رو، مثلا این آخری اکسترود رو میخوایم جا به جا بکنیم، اولویتش رو تغییر بدیم به سمت بالا، میخوایم حذف بکنیم به این شکل و تغییرات رو فعلا ذخیره میکنیم. بعضی از دستورات و گزینه ها در یک جفت براکت سبز قرار گرفت. در واقع اینها گزینه ها و ویژگی های جدید مایا 2016 هستن. فعلا نرم افزار رو به صورت کلی معرفی کردیم. در قسمت های بعدی شروع میکنیم و در قالب پروژه های عملی کم کم با گزینه های پرکاربرد و مورد نیازتون آشنا میشید. با محیط نرم افزار مایا به طور اجمالی و مختصر آشنا شدیم. در این درس قصد داریم اقدامات اولیه برای ایجاد یک پروژه و تنظیمات مربوط به اون رو با همدیگه انجام بدیم. در ابتدا قصد داریم کارهایی که در ابتدای کار برای هر پروژه لازم انجام بدیم و توضیح بدیم، که باید عادت بکنیم این کارها رو در ابتدای انجام هر پروژه انجام بدیم قبل از انجام هر کاری. اولین کار باید یک پوشه اختصاص بدیم به اون مدل و به اون پروژه‌ای که قصد داریم ایجاد بکنیم، که اصطلاحاً به اون سین یا سن گفته میشه. برای انجام این کار منوی فایل رو باز می‌کنیم. در بخش پروژکت گزینه‌ای هست به اسم پروژکت ویندو، بر روی این گزینه کلیک می‌کنیم. پنجره باز میشه با نام پروژکت ویندو که محل ذخیره سازی رو در این قسمت مشخص میکنیم. Current Project یا پروژه جاری رو به طور پیشفرض نامش رو گذاشته دیفالت که قابل تغییر است. بر روی گزینه نیو کلیک میکنیم و نام جدید رو در این قسمت تایپ میکنیم. به طور مثال تست 1.
در مرحله بعدی در بخش لوکیشن محل ذخیره سازی پروژه رو مشخص میکنیم. یا پیش‌فرض رو قبول میکنیم یا با کلیک بر روی این آیکون محل ذخیره سازی رو مشخص میکنیم. به طور مثال محل ذخیره سازی رو من اینجا مشخص میکنم. مثلا درایو دی پوشه ای درست میکنم به اسم با این قسمت Create New Folder. پوشه ای با نام مایا پروژکت و انتخاب این پوشه و بر روی سلکت کلیک میکنم. همونطور که مشاهده میکنید نام پروژه ما شد تست 1 و پوشش هم شد درایو دی مایا پروژه. چه اتفاقی میفته؟ در درایو دی در پوشه مایا پروژه پوشه ایجاد میشه به طور خودکار به نام تست 1 و تمام این پوشه ها به طور خودکار ایجاد میشن. تمام این پوشه هایی که اینجا هست و وقتی که این پوشه ها ایجاد شدن تمام فایل های مربوط به اون به طور خودکار توسط خود مایا توی این پوشه ها ذخیره میشه. مثلا تمام سن ها داخل پوشه سن، تمپلت ها، تمام تصاویری که در پروژه استفاده بکنین داخل این پوشه ایمیجز، تمام به همین ترتیب اون فایل های سورس ایمیجتون داخل این میتونین قرار بدین که در پروژه میکنین ازش استفاده بکنین، کلیپ ها، صدا ها، اسکریپت ها و مووی ها یا فیلم ها. خب این خودش مزیت خیلی بزرگی هست و شما پروژتون دستبندی و مدیریتش راحت تر هست و اگر بخواید بعداً پروژتون رو انتقال بدین به جای دیگه باید کل این پوشه رو انتقال بدین نه تنها یک فایل رو. یه سری دستورات پرایمری یا اصلی اینجا هست، دستورات سکاندری یا تنظیمات سکاندری رو هم داریم یا ثانویه رو. Set up by use default تنظیمات پیش‌فرض یا اولیه که الان قابل تغییر نیست. اگر بر روی ادیت کلیک بکنیم این قسمت ها هم قابل ویرایش میشه که همون تنظیمات پیش‌فرض تنظیمات خوبی هست. تنظیمات خیلی زیادی هست اینجا ولی اصلی قسمت primary project location بود که باید کافی نام و location رو مشخص بکنیم. بعد از که این کار رو انجام دادید بر روی گزینه ابتدا اینجا ببینید این پوشه رو باز بکنیم درایو دی و پوشه مایا پروژه. ببین الان چیزی داخل این پوشه وجود نداره. حالا به محضی که بر روی گزینه اکسپت ما کلیک بکنیم ببینید اینجا پوشه با نام تست 1 ایجاد شد داخل درایو دی و پوشه مایا پروژه و تمام این پوشه ها به طور خودکار حالا چی شدن؟ همون پوشه هایی که اونجا بودن. اصلی ترین پوشه شاید پوشه سین باشه که اگر بازش بکنیم الان چیزی داخلش نیست. خب در مرحله بعدی حالا به کاری که انجام میدیم این هست که ذخیره سازی میکنیم فایلمون رو. چطوری؟ با استفاده از گزینه Save Scene یا Save Scene As. چون پروژه رو قبلا ست کردیم به طور پیش‌فرض خودش میره مسیر رو مشخص میکنه. درایو دی، مایا پروژکت، تست 1 و پوشه سین. بعد کافیه نام فایل رو در اینجا مشخص بکنید. مثلا مدل 1. و بر روی گزینه سیو از کلیک بکنید. بقیه تنظیمات رو به صورت دیفالت یا پیش‌فرض قبول بکنید. خب حالا اگر بریم سراغ اون پوشه باید یک سن جدید اونجا چی شده باشه؟ ایجاد شده باشه. ببینید سنی با نام مدل 1 ایجاد شد. اگر شما قصد داشته باشین حالا این فایل رو ببرین به کامپیوتر دیگه، خب درست نیست مثل این حالا نرم افزارهای دیگه مثل فتوشاپ فقط این فایل رو ببریم درست نیست. باید کل این پوشه رو منتقل بکنیم، یعنی پوشه تست 1 تا تمام اون چیزهایی که ما در پروژه استفاده کردیم هم باهاش منتقل بشه وگرنه به درستی نمایش داده نمیشه. خب بعد از اینکه ما سیف سین رو انجام دادیم مرحله بعدی در اینجا در مایا مرحله ست کردن است که خب الان انجام شده. ست پروژکت، پروژکت ما الان ست هست. اگر بیایم و اینجا ما یک فایل جدید ایجاد بکنیم با استفاده از دستور نیو سن ما میتونیم یک فایل چی ایجاد بکنیم؟ جدید ایجاد بکنیم. برای باز کردن هم از اوپن استفاده میکنیم.
به این شکل. یک حالا مکعب به طور مثال داخل این قرار بدیم از بخش کروز و این گزینه کیو، یه مقداری هم با استفاده از دستور سکیل تول سایزش رو افزایش بدیم و یه مقداری هم به سمت بالا جابجاش. خب حالا اگر فایل رو سیو بکنیم، سیو سین، و مایا رو ببندیم و دو مرتبه باز بکنیم، منتظر میشیم تا مایا لود بشه و فایلی رو که در قسمت قبل ایجاد کرده بودیم رو میخواییم اوپن کنیم و باز بکنیم. این کادر هم در ابتدای مایا حالا ظاهر میشه. اگر دوست نداریم دو مرتبه ظاهر بشه میتونیم گزینه Show This از استارت آپ و تیکش رو برداریم. دستورات جدید هم به صورت هایلایت یا سبز نمایش داده میشن. اگر نمیخوایم این اتفاق بیفته میتونیم این تیک رو برداریم. خب اگر بخوایم رو هم پروژه قبلی کار بکنیم، ابتدا باید ستش بکنیم از منوی فایل و ست پروژه. مسیر رو مشخص میکنیم، پوشه اصلی رو انتخاب میکنیم و ست میکنیم. برای باز کردن پروژه ذخیره شده یا از منوی فایل اوپن سن رو انتخاب میکنیم و یا بر روی آیکون اوپن سن در این قسمت کلیک میکنیم. چون سن شده پروژه، اینجا سن انتخاب هست و اوپن. این یک فایل جدید هست، دونت سیو، تغییرات رو ذخیره نمیکنیم. فایلی که در قسمت قبل ایجاد کرده بودیم الان باید باز بشه. خب برای ایجاد یک فایل جدید، نیو سن، اگر بر روی این گزینه کلیک بکنیم، خب همینجا یک فایل جدید ایجاد میشه بدون هیچ تنظیماتی. ولی اگر بخوایم تنظیماتش رو انجام بدیم، باید روی این علامت مربع کلیک بکنیم. کادری ظاهر میشه با نام نیو سن آپشن. خب ببینیم که چیا رو داریم. اگر بخوایم تنظیمات رو به صورت پیش فرض قبول بکنیم، گزینه این ایبل دیفالت سین رو فعال میکنیم. در غیر این صورت این گزینه رو غیر فعال میکنیم و اینجا تنظیمات رو به صورت خودکار انجام میدیم. در قسمت اول لاینیر واحد اندازه‌گیری رو مشخص میکنیم که چی باشه. واحد اندازه‌گیری حالا بر حسب کاری که میخواین انجام بدین، سانتی متر، میلی متر، متر، اینچ، فوت و یارد. که این واحد اندازه‌گیری بسیار مهم هست در هنگامی که قراره با دوربین و نورپردازی کار بکنید. پس اینها رو دقت میکنید. واحد اندازه‌گیری سنجش درجه چی باشه؟ درجه باشه، زاویه، واحد سنجش زاویه که آیا درجه باشه یا رادیان. زمان، واحد اندازه‌گیری زمان که در خط زمان مورد استفاده قرار میگیره چی باشه؟ آیا 15 فریم بر ثانیه باشه؟ استاندارد 24 فریم در ثانیه، حال استاندارد تلویزیونی 25 فریم در ثانیه و استانداردهای دیگه. FPS فریم پر سکاند، تعداد فریم ها در واحد زمان، یعنی در یک ثانیه 25 فریم اجرا میشه. گزینه دیگه که اینجا داریم گزینه ویو کیوب هست که الان غیر فعال هست. خب ابتدا اون رو فعال بکنیم. برای فعال کردن ویو کیوب چند تا راه حل داریم. یکی از راه حلاش اینجایه، دیسپلی هدز آپ دیسپلی و گزینه ویو کیوب یا مکعب نمایشی که خب تیک داره ولی اینجا نیست. علتش اینه که در بخش رندر باید این حالت رو فعال بکنین تا اینجا بتونین ببینید. خب بریم سراغ اینجا نیو سن و تنظیماتش. گزینه شو، این گزینه اگر تیک بزنیم امکان استفاده از قطب نما و جهت‌های شمال و جنوب رو برای ما فراهم می‌کنه که البته زیاد هم مهم نیست. بعد از اینکه تنظیمات رو انجام دادیم بر روی گزینه اپلای کلیک می‌کنیم. سبدید یک گزینه دیگه هم اینجا بود، نیو سن توی تنظیماتش، تنظیمات این قسمت پایین. دیفالت تایم اسلایدر سیتینگ، تایم اسلایدر کجا هست؟ این قسمت رو مربوط به انیمیشن و تنظیماتش. خب دو تا عدد اول پلی بک استارت
و ات. این محدوده مشخص میکنیم که انیمیشن ما در چه محدوده اجرا بشه که الان یک فریم یک تا 120 هست، مثلا میتونیم به 100 تغییرش بدیم. و محدوده بعدی مشخص میکنه که انیمیشن ما چند تا فریم داشته باشه، استارت اند، مثلا میگیم یک تا 1000 مثلا. الان اگر اپلای بکنید اینجا میتونید ببینید از یک تا 1000 و کلوز. پس این تنظیمات مربوط به تایم سلایدر هست، وقتی تنظیمات رو اپلای کردیم و کلوز. تنظیمات بعدی که شما میتونید انجام بدین که قبل از حالا ایجاد پروژه و اجرای پروژه، اون تنظیمات اولیه هست. تنظیمات اولیه رو از کجا انجام میدیم؟ تنظیمات اولیه رو از بخش ویندو settings/preferences و گزینه preferences میتونیم انجام بدیم. کل تنظیمات مایا داخل این بخش هست که تعدادش هم خیلی زیاد هست. یک سمت چپ یه لیست داریم که هر کدوم انتخاب بکنیم یه سری تنظیمات در سمت راست ظاهر میشه. تنظیمات مهم در بخش اینترفیس، تنظیم به طور مثال میگه که چه قسمت‌های ویزیبل باشن در UI elements، در یوزر اینترفیس ما، مثلا استاتوس لاین، شلف، تایم سلایدر، رنج سلایدر، کامند لاین، هلپ لاین، تول باکس. اینا رو قبلا توضیح دادیم که هر کدوم کجاست. مثلا استاتوس لاین اینجای این بخش هست، شلف یا قفسه یا تاقچه اینجای، تایم سلایدر قسمت پایین هست، رنج سلایدر این قسمت هست، اینجا تایم سلایدر این بخش، رنج سلایدر این بخش، بخش کامند لاین یا خط فرمان اینجا هست، هلپ لاین این بخش پایین هست که هر دستوری انتخاب میکنیم یه توضیح میده، تول باکس یا جعبه ابزار هم اینجا هست که میتونیم اینا رو ظاهر یا مخفی بکنیم. ویو کیوب همون مربعی که اینجا بود، مکعبی که اینجا بود، خب این کجا باشه؟ آن اسکرین پوزیشن، موقعیتش کجا باشه؟ تاپ رایت، بالا سمت راست باشه. و موقعیت‌های دیگه که اینجا میتونیم چیکار بکنیم مشخص بکنیم. ویو کیوب سایز، سایزش چقدر باشه؟ نرمال باشه، اسمال باشه، لارج باشه. این اکتیو اپاسیتی، میزان شفافیتش چقدر باشه؟ اینا رو میتونیم اینجا چیکار بکنیم مشخص بکنیم. بخش بعدی که حالا میتونیم، تعداد تنظیمات البته خب خیلی زیاد هست، در بخش سیتینگ واحد عمودی چی باشه، کدوم محور باشه، محور وای به طور پیش‌فرض هست. تمام اون تنظیمات مربوط به واحدهای اندازه‌گیری چی باشه، واحد اندازه‌گیری میلیمتر، سانتی‌متر، متر، واحد اندازه‌گیری یا سنجش زاویه چی باشه، درجه باشه یا رادیان، زمان چی باشه، و تمام اون قسمت‌های دیگر رو اینجا میتونیم چیکار بکنیم مشخص بکنیم. بخش بعدی که حالا مهم هست در تنظیمات، بخش فایل پروژکت. اگه دقت کنید در منوی فایل یک بخشی وجود داره که به اسم ریسنت، ریسنت فایل، فایل هایی که اخیراً باز کردیم، که اینجا میتونیم تعدادش رو تغییر بدیم که چند تا فایل آخر رو در اون بخش کار بکنه، نمایش بده. تنظیمات دیگه که میشه حالا بررسی کرد در اینجا، تنظیمات به طور مثال در بخش دیگه انیمیشن رو هم بررسی کردیم، بخش مدلینگ تنظیمات خاصی البته داره ولی خب فعلا لازم نیست، تایم سلایدر. خب بخش تایم سلایدر در حقیقت همون تنظیماتی بود که توی ایجاد فایل جدید هم بررسی کردیم، پلی بک، استارت، اند، یعنی انیمیشن ما در چه محدوده اجرا بشه میتونیم مشخص بکنیم، عدد ابتدا و عدد انتها در محدوده فریم های 1 تا 100 اجرا بشه. انیمیشن استارت اند اینجا دو تا عدد سمت چپ و سمت راست، اینجا ببینید عدد اینجا و اینجا، کل فریم ها چقدر باشه میتونیم اینجا باز هم چیکار بکنیم مشخص بکنیم، ارتفاع اون بخش چقدر باشه، ارتفاع اون بخش مثلا 1x باشه، 2x باشه، این ارتفاع این قسمت تایم سلایدر رو، یا 4x باشه که زیاد معمول نیست. پس هر تغییری شما اینجا بدین در اون بخشی میشه اعمال میشه. و گزینه‌های دیگه‌ای که حالا هر کدومش در جای خودش بررسی میشه. اینجا گزینه مهمی که داریم اینجا هست، گزینه لوپینگ
که آیا اون انیمیشن ما وقتی که داره اجرا میشه همینجوری ادامه پیدا بکنه. ببینید اینجا دو مرتبه برمیگرده، وقتی میرسه به فریم 100 برمیگرده از ابتدا. میتونیم بگیم این اتفاق نیفته و فقط لوپینگ یک بار تکرار بشه و وقتی رسید به انتها وایسه. گزینه بعدی گزینه پلی بک اسپید هست یا سرعت اجرای انیمیشن. پلی اوری فریم. اینجا بسته به اون پروژه ممکنه با سرعت خاصی اجرا بشه و سرعت واقعی نیست. سرعت واقعی این سرعت هست، ریل تایم، 25 فریم در ثانیه. یعنی دقیقاً تحت هر شرایطی در هر ثانیه 25 فریم اجرا میشه. هالف سرعت یا اسپید نصف میشه، 12.5 فریم در ثانیه. این گزینه 50 فریم در ثانیه، سرعت دو برابر میشه. و آدر سرعت دیگه‌ای که مد نظر ما هست. گزینه‌ها البته اینجا خیلی زیاده و هر کدوم رو که حالا در طی پروژه ها لازم بود حتما چیکار میکنیم، بررسی میکنیم و در جای خودش گفته خواهد شد. امیدوارم که تا این قسمت آموزش برای شما مفید باشه و در قسمت های بعدی آموزش رو دنبال بکنیم.